نوشته ای از عباس معروفی، یادمان سهراب سپهری. و من نمی دانستم هیچستان کجاست. می خواست انار دستش را به هوا پرتاب کند تا جاذبه زمین را بفهمد. اگر چنین نمی کرد نیز زمین آنقدر جاذبه داشت که او را بنوشد. این پایان همه کبوترهاست و سهراب می دانست. زمانی که با شعرهای او آشنا شدم نوجوان بودم. بعضی از شعرهایش را در مجله‌های قدیمی آرش خواندم و یا یکی دو مجله دیگر. به یاد نمی آورم، فقط یادم هست که بعد از خواندن آنها معناهای تازه‌ای از زندگی دریافتم که مدام از خودم می پرسیدم راستی گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست؟ هستی برای من بُعد دیگری یافته بود و من می‌خواستم او را ببینم و با آثارش بیشتر آشنا شوم. آیا شبیه امیر ارسلان نامدار بود؟ او که می‌توانست هر جادویی را باطل کند؟ از قلعه سنگباران بگذرد، هر قفلی را بگشاید و زندگی را ساده کند؟ آیا به راستی امیر ارسلان نامدار بود؟ نه، نه، اصلاً شبیه او نبود. جهان را مثل مردمان سخت گوش سخت نگرفته بود. با سیبی خوشنود می شد و با آهی می گریست. پس چه شکلی بود؟ آیا آدمی که با جادوی کلامش مرا زیر و زبر کرده بود می توانست شبیه دیگران باشد؟ تا اینکه عکسی از او در نشریه‌ای دیدم و به یاد آوردم که من اون را دیدم. اما آیا پیش از آن بود یا بعدها؟ و دانستم که او شبیه هیچ کس نیست، حتی شبیه خودش هم نیست. مردیست مهربان. میخواستم پیدایش کنم که شوقم را برایش بگریم، اما کجا بود؟ چرا من اینقدر کوچک بودم که وقتی از عرض خیابان میگذشتم به آن طرف نمیرسیدم و ماشینی پرتم میکرد؟ بلند شدم و باز دویدم و شاید همان وقتها بود که او از خودش پرسید چه کسی بود صدا کرد سهراب؟ من بودم آقای سپهری، شما کجایید؟ پشت هیچستانم. باران تند میبارید و من نمیدانستم هیچستان کجاست. از مرد دانایی پرسیدم آقا خانه دوست کجاست؟ گفت میرود شهر به شهر. باران تند میبارید و سهراب در ذهنم میگفت چترها را باید بست. من چترم را در پشت در سفید و صورتی خانه گذاشتم و گریختم. این اولین دزدی من بود. از آن پس هرگز از چتر خوشم نمی‌آمد. در باران راه می رفتم و بزرگ می شدم و به گمانم 18 ساله بودم که او را دیدم. از پله های ساختمانی پایین می رفت. بلوز یقه اسکی پوشیده بود و خیلی غمگین بود. لحظاتی ایستادم و راه رفتنش را نگاه کردم. آیا خودش بود؟ نبود؟ پس این آدم کی بود؟ دنبالش راه افتادم و پله ها را دوتا یکی پایین پریدم. درست جلوی ساختمان به او رسیدم و نفس نفس زنان داد زدم آقای سپهری، آقای سپهری. ایستاد، آشفت، کتابی از دستش افتاد. صورتش در هم رفت و انگار در ذهنم گفت به سراغ من اگر می آیید نرم آهسته، اما هیچ نگفت. گفتم آقای سپهری، دلم می خواست فقط یک بار شما را ببینم. انگامی که برای حضور در محفل شما دعوت شدم به خاطر مشغله بیش از حد گفتم متاسفم و اعتراف میکنم که فقط برای خودم متاسفم. سلام مرا به سهراب برسانید. عباس معروفی، یادمان سهراب سپهری، کاشان، اول اردیبهشت ماه سال 1373.